بعضی از موندن امباپه تو پی اس جی اعصابشون به هم ریخت و طرفدارای رئال مادرید اینو یه خیانت در نظر میگیرن و احتمالاً هیچ وقت نمیبخشنش. اونا حتی تو جشن قهرمانی لیگ قهرمانان بهش فوش میدادن. این رفتارشون یه خورده برامون عجیب بود، چون این بازیکن بیچاره هیچ کار اشتباهی انجام نداد. به نظرتون ممکنه به مادریدیستا توهین شده باشه؟ بیاین ببینیم دلیل واقعی تنفر طرفدارای رئال مادرید از امباپه چیه. قبلش با لایک و سابسکرایب هاتون ازمون حمایت کنید. یکی از خبرهای شوکه کننده دنیای فوتبال But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. هست رو ببره، ولی یه نکته ای هم این وسط هست. اون یه قرارداد بلند مدت 10 ساله یا 5 ساله با پی اس جی نبست و فقط قرار 3 فصل براشون بازی کنه و احتمالاً هنوز رویاش برای بازی تو رئال مادرید زنده میمونه و میتونه چند سال بعد به این باشگاه بپیونده. گوتی آفبک سابق مادریدیا میفهمه چی میگیم. در حال حاضر نمیتونیم ببخشیمش، ولی احتمالاً تو طول 3 سال میتونیم. اگه اون همینطور به پیشرفتش ادامه بده، 26 سالگی هر کاری دلش بخواد میتونه تو زمین انجام بده. احتمالاً اگه همه موانع برای امباپه کنار بره، با اشتیاق کامل چالش‌های جدید رو قبول میکنه و بدون شک تو لیست شماره 1ش رئال مادرید قرار داره. ولی آیا کیلیان میتونه بی احترامی که الان باهاش مواجه هست رو ببخشه؟ هیچ چیز معلوم نیست. 3 سال بعد مودریچ، کروز و بنزما ممکنه دیگه تو رئال مادرید نباشن و پرز باید تو فرانسه دنبال جایگزین‌های مناسب باشه. این بی احترامی طرفدارای رئال مادرید ممکنه به قیمت از دست دادن ستاره بعدی باشگاهشون تموم بشه.